امريكا اینطوری نیست، هر کس مخالف امریکا بود آدم خوب، مخالفت با امریکا اصلا ملاک حقوقات نیست. خیلی از کسانی بودند که بر علیه یهود و نصارا جنگ ها کردن. طارق ابن زیاد کسی بود که آمد، جبل الطارق بهش میگوین در اروپا. این جبل الطارق چرا جبل الطارق میگوین؟ چون آمد اندلس را فتح کرد، نصارا را از اندلس شکست داد. خب خودش بنی امیه بود، دشمن اهل بیت علیهم السلام بود، لعنت خدا بر او بود. صلاح الدین ایوبی آمد صلیبی ها را از شام بیرون کرد، از فلسطین بیرون کرد، از بیت المقدس بیرون کرد. فلسطینی صلیبی های یهود و نصارا آمده بودند بیت المقدس فلسطین، این جاها را، این سرزمین ها را گرفته بودند، اشغال کرده بودند و مسلمان ها را نمیگذاشتند و میکشتند و اینها خیلی قدرت های عجیبی بود صلیبی ها. یعنی از اروپا، از فرانسه، از آلمان، از انگلیس، از کجا اون زمان می آمدن برای جنگ با مسلمان ها و مسلمان ها زورشان نمی کشید. جنگ های صلیبی 150 سال طول کشید. آخرش صلاح الدین ایوبی آمد همه اینها را عقب راند، بیت المقدس را فتح کرد و نصارا را بیرون کرد، یهود و نصارا را از اونجا عقب راند. و انسانی بود خیلی از لحاظ نظامی خیلی ورزیده و خیلی پیروز، در عین حال دشمن اهل بیت علیهم السلام بود. شیعیان را خیلی قتل عام کرد، خیلی زیاد شیعه را کشت، به هزاران نه، به ده ها هزار، صد ها هزار شیعه هر جا می رسید قتل عام، زنها را به کنیزی می گرفت، مردها را می کشت. خب این آدم خوبیه. شما عجب اولاغی، جماعت دجالی، جماعت دجالی، عقلتان کن. کلامی که حق هست یعنی کلامی که موافق اهل بیت علیهم السلام، مخالفت با کفار این ملاک حق و باطل نیست. تازه معلوم هم نیست که شما نظام شما مخالف با آمریکا باشد، مخالف با اسرائیل باشد، شما که فقط شعار میدید، عملا خود شما بازیچه دست قدرت های بزرگ هستید، عملا شما بزرگترین خیانت را به شیعه میکنید.